سلامي للحبيب وبهجة وغاية. سلام. شما تکون نخورین، من اینو راستش کنم. سوال پرسیدن که در مورد تقریب ادیان، من اینجا گفته بودم بحث تقریب ادیان. خب ما تقریب مذاهب داریم، یعنی نزدیک شدن فرق‌های مختلف از اسلام به هم، دو تا در واقع فهم مختلف از دین به هم نزدیک میشن. این کاملا اقلایی، هم فهم ما از اسلام این هست، از قرآن این نمال مومنون اخوه و معنای مومن یعنی کسی که به پیامبر و به خدا و به قرآن ایمان داره، هم سیره اهل بیت بوده و هم عقل ما این رو میگه در زمان ما، این خیلی واضح است. اما تقریب ادیان که من گفته بودم، عزیز سوال کردن که چرا ما سالها یاد گرفتیم که دینها اجرای ما با هم رقیبیم یا دشمنیم، یا اینکه مثلا ما حقیم دیگران باطلن، ما میریم بهش بقیه میرن جهنم، از این هم. شما اگر سرتون رو بیایید یکم بالاتر و بتونید بیایید بیرون رو ببینید، بیرون از امیدتون کشور و دنیای خارج رو ببینید و انسانهای غیر دین شما رو ببینید، متوجه میشید که الان خیلی از مردم دارن بیدین میشن به خاطر رفتار ادیان، در واقع یعنی پیروان ادیان نسبت به هم دیگه، و یه شبهه‌ای رو دارن که روش تاکید میکنن، میگن ما هر بدبختی داریم از همین دین هست. حالا من میگم در واقع درست از پیروان ادیان، نه از خود دین، که جنگ هست. البته این مغالطه است، جنگ های بزرگ اصلا ربطی به دین نداشته، اما حالا برخی موارد هم بوده. اگر نفرت هست، اونی که دین داره گاهی خطرناکتره و نفرت بیشتری داره. یه وهابی، یه کسی که مثلا به اسم اسلام و به خیال خودش اسلام قوی داره، خیلی ممکنه برای یک حتی مسلمان خطرناکتر باشه از نسبت به یه مسلمان سکولار که دین خیلی توی زندگیش نیست یا فقط تو حیات فردیش مثلا و فقط تو خونش. خب این واقعیت دیگه، شما با یک مثلا یهودی دیندار، اونا میگن دیندار، ما درستش میگیم افراطی، با یک مسیحی افراطی که در واقع از نظر خودش مسیحی دیندار هست، یعنی به دینش اهمیت میده، بیشتر مشکل داری تو با یک کسی که نه خیلی اینطوری نیست، مگر اینکه فهم درستی از دین داشته باشه. لذا اگر میخواییم انسانها رو کمک بکنیم که در درجه اول دیندار بشن، یعنی دیندار نه، تعبیر درست‌تر معتقد مؤمن بشن، به خدا ایمان بیارن، این قدم اول هست دیگه، باید ادیان هم کمک کنن. ادیان 60% 70% لااقل من در مورد ادیان ابراهیمی حرف میزنم، تخصصم هست. اینو ما مشترک داریم، مشترکات داریم توی بحثامون، خیلی از موضوعات میبینیم که ما همه یه حرف میزنیم. گفتم با درجات مختلف، گاهی من بهشون میگم میدونی فرق ما چیه؟ شما مثل دبستانی میمونیم، دبیرستانی، و ما فارغ التحصیل دانشگاه به شوخی بهشون میگم فرق اسلام با چیز این آپدیت شده. خب اما در نهایت همه به یک سمت داریم هدایت میکنیم با لول های مختلف. لذا برای اینکه جلوی بیدینی رو بگیریم، اون نه بیدینی، کاش فقط بیدینی، ضد دین، ایتیزم پر آتئیست، آتئیست ها اونا ضد دینن و استنادشون هم بیشتر چون دلیل منطقی خیلی ندارن به رفتار دیندارا هست. و این خاطر من پیشنهاد دادم، قطعا خیلی از علما همین رو میگن که ما باید بریم به سمت تقریب ادیان، روی مشترکات رو تکیه کنیم. البته همیشه بحث راه بحث علمی برای علما باز هست، تو فضای علمی میشینن با هم بحث میکنن، اما در فضای جامعه، در فضای جهانی، اون چیزی که باید باشه تقریب هست. همه ما به یه خدا معتقدیم،
با فهمهای مختلف. خب هر چی بیشتر از همدیگه بفهمیم متوجه میشیم ما به هم نزدیکتریم. این درون اسلام هست، بیرون اسلام هست. ما اینجا تو مسجدی هستیم که 70% اهل سنت هم. خیلی از شیعیان از اهل سنت نمیدونن، خیلی از اهل سنت شیعیان نمیدونن و بعد نسبت به اون ندانسته خودشون در واقع عصبانی هستن. اما وقتی شما میاد میبینید که اینها اهل بیت رو دوست دارن، مجلس امام حسین میان، ماه رمضان میان، برای امام حسین کمک میکنن، سفره میندازن و بعد موقع نماز اینطوری وا میستن، یا اینطوری وا میستن، یا اینطوری وا میستن. همه جورشون ما داریم. خب بعد ما متوجه میشیم که ما یه امتیم. همین اگر وقتی ما میریم با ادیان دیگه هم میشینیم، متوجه میشیم که اونا همین یه خدا رو عبادت میکنن با فهمهای مختلف. پس ما توصیه کردیم بیاید قدم اول یه دشمن مشترک داریم به نام شیطان، به نام اونهایی که ضد دین هستن، بیاید علیه اونها متحد بشیم.